هر دم از این باغ بری میرسد برای من در شب یلدا ابلاغیهی در سامانه سنام اومده که شما ظرف پنج روز خودتو برای اجرای حکم به شعبه یک اجرای احکام شهید مقدسی معرفی کنید وقتی که پیگیری میکنه میبینیم که برای سال 96 در سال 96 برای من پرونده ایجاد کردن که روح هم, هم ازش خبر نداره نه بازجویی نه نه حضور در دادگاهی هیچی از هیچی خبر ندارم یک دفعه انگار ما دور از جون بقیه گله گوسفندی هستیم که فقط باید به هدایت آقایون جای خوابمون رو انتخاب کنیم که بفرمایید برید تو بدون اینکه هیچ گونه اطلاعی داشته باشی که برات چه چیزی رو رقم زدن و زندگیت رو میپاشونن من میخوام اینو بگم که جدای از این که این کار مسخره که به شکل قیابی حکم قیابی حکم قیابی در صورتیه که کسی حضور نداشته باشه دسترسی بهش وجود نداشته باشه که بتونن اجازه این داشته باشن که حکم قیابی بدن در صورتی که من در طی این سال ها تو مشت این آقایون بودم از سال همون 96 که اینا پرونده ایجاد کردن 97 به این ور چندین بار دستگیر شدم سی و چند روز توی انفرادی 209 شون بودم 15-16 روز توی سگدونی اداره آگاهی کرجشون بودم تو زندان کچویشون بودم چجور در دسترسشون نبودم که تونستن حکم قیابی صادر بکنن خونه من 20 سال آدرسش تغییر نکرده شماره تلفن من موبایل من 20 سال تغییر نکرده شماره تلفن خونم همینطور سامانه سنا داشتم تمامی راه های دسترسی به من وجود داشته و همینطور که گفتم تو مشت آقایون در بند و دستگیری و زندان بودم ولی میبینی که حکم قیابی صادر میکنن مهم هم نیستش که این حکم چند ساله مهم اینه که اینه این, این کار رو به خودشون حق میدن که انجام بدن مگر من چی کار کردم یا همه کارگرهایی که در کنار من در اتحادیه هستند که به این شکل خشم و نفرت آقایون رو در آوردن که به هر چیزی چنگ میندازن هر چیزی که حتی آبروی خودشون رو ببره چنگ میندازن فقط واسه اینکه صدا رو خفه کنن در طی این سالها اسماعیل عبدی رو به خاطر اینکه فقط پیگیر حقوق معلم ها بود 16 سال حبس دادید با سه تا بچه کوچیک آیا تونستید صدای معلم ها رو که هر روزه داره تو خیابون به گوش میرسه رو متوقف کنید؟ صدای جعفر زاده رو که دبیر اتحادیه است 6 سال حکم بش دادید که در تو زندان میکشه با اون شرایط مشقت کرونا و غیره و غیره یا شاپور احسانی راد که کارگر بازنشسته که اون رو هم گرفتید تو تهران بزرگ زندانی یه پنج سال بش دادید تونستید صدای کارگرها رو خفه کنید یا الان این برنامه رو برای من چیندید به خیال اینکه صدای ما رو خفه کنید صدای ما چی بوده که قابل خفه شدنه با حسب فیزیکی از توی جامعه الا اینه که چندین سال راجع به این که دست موزد کفاف زندگی با این حزینه هایی که شما رو سر ما عوار کردید نمیده الان کدوم کارگریه که بیاد به شما بگه که دستتون درد نکنه دست مریضات چقدر مزد عالی به ما میدید که شما باور کنید که ماها رو بگیرید دیگه صدای خواست افزایش دستمزد از تو جامعه شنیده نمیشه کدوم کارگری رو سراغ دارید که از دفترچه که به شکل یک کاغذ پاره دیگه ارزش داره راضی باشه و شکایتی نکنه از دزدی و چپاولی که شما سر صندوق تامین اجتماعی آوردید و حرف ما تو این سالها همین بوده که صندوق رو حیات خلوت چپاول و قارت خودتون کردید در حالی که میلیون ها بیمه شده کارگر داره لح, لح میزنه برای درمانش بیمه تکمیلی یا هر هزینه اضافی رو تحمیل کردید به زندگی کارگر کار به جایی رسیده که الان دارید خودتون میگید که خط فقر شده ده میلیون برای چی من ما چل سال خط فقر رو تحمل کنم لاقل خط رفاه هم نمیگید که من بگم که حالا خوبه من به خط رفاه حالا عیب نداره نرسم خط فقر رو برای چی تحمیل کردید و من همون خط فقر رو هم چل ساله نمیگیرم صدای ما توی سال 92 که چل هزار امضا در ارتباط با دست امضا امزا کردیم صدامون چی بود که اینقدر دردتون اومده الا همین بود که آقا ما حق داریم به عنوان یک انسان زندگی کنیم وقتی که داریم اینجوری جون میکنیم تو مملکت کار میکنیم حق داریم وقتی که شما شرکت های پیمانکاری که یک شرکت فقط دزدی و چپاوله راه انداختید که فقط فرق بذارید بین های کار در یک شرکت کار مساوی انجام میدن ولی درآمد مساوی ندارن برای اینکه فقط میره تو شکمه اون پیمانکاری که جز عیادی خودتونه اینها سخنانی نیست که ما گفتیم حالا فکر میکنید که با حسب ما این صدا از کارگر در نمیاد کارگر لغو پیمانکاری رو نمیخواد کارگر وقتی که شما میخواد قانون کار رو تصویب بکنید قانون کاری که حد های اختیار من کارگر رو بهم هم میده که در مقابل صف مفتخور کارفرماها که زندان و پلیس و قوه قضایی و همه چی پشت اوناست بتونم چهار تا قانون داشته باشم بعد شما اونا رو ببرید تو مجلس تصویب بکنید و من کارگر صدام در نیاد در موقع تصویب لوایح و قوانین پیشنهادیتون یا من در موقع تعیین مزد در شورای عالی کار مسخره صدام در نیاد که آقا تموم کنید این بسات رو سال به سال دارید مزد خفت باری رو تحمیل میکنید به ما اینا شد حرف هایی که شما مزدش رو این چنین بدید که حذف کنید از جامعه از زندگی از خانواده تا دیر نشده چشاتونو رو باز کنید با حسف من و امثال من نمیتونید صدای میلیون ها کارگر رو که همشون رفاه و آسایش و آرامش میخوان خفه کنید